و حالا آقای سید صمیم شمسی آگاه امور سیاسی با ما هستند تا در مورد اینکه ترورهای هدفمند در نواخر در کشور افزایش یافته و بعد تازگی هم یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان امروز در کابل ترور شد بحث و گفتگو داشته باشیم. آقای شمسی سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدین به برنامه پایک روز. در نخست میخوایم نظر شما در مورد وضعیت جاری در کشور داشته باشیم، واقعا این چه حالت است و چرا این گونه وضعیت به مردم رخ میده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام حضور شما، حضور بینندگان محترم تلویزیون آریانا نیوز. امیدوار هستم که از گزند حوادث شما در امان باشین. نخست از همه شهادت جانسوز و جانگداز جناب رشید عزیز که واقعا همونطور که رشید تخلصشان بود، خودشان هم رشید بودن. شما دیدین که اینا با مبارزات خود توانستن تقلب و تخلف و تخطی انتخابات 97 با مردم افغانستان با جرأت تام و با کمال صداقت به سمع مردم برسانند. این زایه یک زایه بسیار خطرناک و زایه بسیار مهم برای جامعه روشن فکری افغانستان و کسانی که میخواهند صدای عدالت و پرچمداران عدالت و آزادی افغانستان برش یک سیگنال خطرناک خطر است. امیدوار هستم روحش با شهدا و اصولها و صدیقین ملحق شود و به خانوادهشان صبر از خداوند میخواهم. چیزی که متاسفانه مهم است اویی است که فعلا ما در یک سه مرحله حاد بحران امنیتی قرار. از یک طرف متاسفانه صلاحیت های نیروهای کشفی و امنیتی محدود شده، انتقال کرده به معاونیت اول یا حداقل معاونیت اول تصمیم و صلاحیت و کنترل بخش های سکتورهای امنیتی را گرفته. بخش دیگه ای است که کنفرانس قطر وقفه داره و بیشتر دشمنان افغانستان میخواهند که حداقل فضا را طور بسازند که گویا اینا قدرتمندتر هستند و توان تخریب و توان از بین بردن رجال برجسته شخصیت های ملی و انسان های فعال جامعه را دارند. از طرف دیگه ضعف مکمل و ناتوانایی مطلق نیروهای کشفی و امنیتی هستند که شما هر روز شاهد 10 نفر 5 نفر ترورهای هدفمند هستیم و همینطور شاهد چندین نفر روزانه فوتهای جنایی ناموسی و صدها موارد دیگه هستیم. بله آقای شمسی، طالبان و هیچ گروه مسئولیت این حمله ها را بر عهده نمیگیرند. در اینجاست که موقف حکومت چه باید باشه، چگونه باید ارزیابی و بررسی بکنه تا نشان بده که واقعا در پشت این حملات کی دست دارد، چنانچه گفتگوهایی که در دوحه بود و دوباره قرار است آغاز شود و بعد در حال حاضر هم چنین حملات طالبان هم مسئولیت نمیگیرند و هیچ گروه دیگر هم. یکی از وظایف عمده و اساسی حکومت، تمام حکومت ها خصوصا حکومت افغانستان، حفاظت جان و مال و عزت و شرف و سلامت مردم افغانستان هستند که متاسفانه شما میبینید که مردم افغانستان نه سلامت جان داره، نه سلامت روح داره، نه سلامت روان داره، نه سلامت جسم داره، هیچ گونه متاسفانه امنیت این شهروندان گرفته نمیشه. این وظیفه مکمل حکومت است، وظیفه مطلق نیروهای کشفی و امنیتی استخباراتی افغانستان هستند. اگر اینا حداقل نیروهای کشفیشان کمتر است میتونن استخدام بکنن، بیشتر بسازن و از جانب سربازان جانبکف افغانستان که در اختیار یک ده اشخاص مفتخار بیکفایت بیفرهنگ به نام وکیل، به نام وزیر سابقه، نمیفهم به نام معین سابقه، به نام سناتور سابقه، صدها نامای کثیف دیگه ای که اینا بالای خود میگذارن و نیروهای مسلح افغانستان که مسئولیت تامین امنیت داره و مسئولیت حفاظت جان مردم داره بیشتر مصروف از اینا هستند. من جدا از حکومت افغانستان تقاضامند هستم که هیچ گونه این دو افراد بیشتر از یک نفر که اونم باید با پول شخصی خود بگیرن، یک نفر دو نفر، حکومت مسئولیت این همه بادگارد و تشریفات از اینا را نداشته باشه. تا
که حداقل نیروهای پلیس، نیروهای نظم عامه، نیروهای امنیت، بچه‌های رجال برجسته از خدمتگذاری یک مشت انسان مفتخور بیکفایت بی‌معنایی که اگر شما اینا رو در چارایی هم رها بکنین کسی به اینا زحمت ایجاد نمی‌کنه، از گروه از اینا برایه و اینا متوجه سلامت تمام شهروندان افغانستان باشه تا به جایی که از 10 نفر 100 نفر حفاظت میشه، از یک طرف با کانکریت خود حفاظت میکنن، از دیگر طرف قوت‌های امنیتی رو اینا در اختیار خود قرار دادن. به صورت عاجل باید فردا در جلسه ششونیم معاون اولی رئیس جمهور این موضوع را به جدیت دنبال بکنه و تمام نیروهای امنیتی که تحت چی از اینا قرار داره به حفاظت آدمای مفتخار قرار داره اینا را بکشه و در اوضاعات تقسیم بکنه در بخش‌های مختلف که حداقل نیروهای کشفی و امنیتی و استخباراتی بیشتر شود تا مانعی همچون عملیات ها گرفته شود. بله آقای شمسی، شما چه فکر میکنین که واقعا ما در کمبود نیروهای امنیتی مشکل داریم یا کمبود تجهیزات هست و یا هم مدیریت درست نیست؟ واقعا حرف کجا هست که هر کس دلش خواست در شهر کابل، در تمام افغانستان شخص را ترور میکنه و یا هم به خطر میرسانه، جنایت انجام میده؟ عرصهش همزمان است. شما ببینید هر موضوع تا دست به دست هم نته جنایت آفریده نمیشه، اما ضعف مدیریت داره. شما میبینید که در رأس نیروهای کشفی استخباراتی افغانستان، چی در امنیت ملی، چی در وزارت دفاع، چی در وزارت داخل است، هیچ گونه افراد خبره آگاه و متخصص مسائل امنیتی و نظامی را ما در رأس نداریم. شد بحث مدیریت، ضعف مدیریت. بحث دیگه ای که دقیقا تجهیزات به صورت مکمل و آنچه که باید برای پلیس افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان قائل شوند این هم کمتر است. بخش سوم بیشتر کمبود نیروهاست. حالا شما میبینید اکثرا حوزات چنگانی کابل با استاف و پرسونل 15 سال حتی بیشتر از او است، یعنی هیچ گونه اضافه نشده. این خودش باعث از این میشه وقتی که در یک شهر کابل ما در گذشته ها کمتر از 1 میلیون انسان زیست میکرد و آل بالاتر یا نزدیک به 6 میلیون انسان زیست میکنه و اینقدر تهدیدات امنیتی و تهدیدات سیاسی موجود داره، ایجاب میکنه که ما قطعات جزتام ها وزارت داخله، وزارت دفاع، بخشای جنایی، بخشای کشفی، بخشای امنیتی، استخباراتی تمام اوضاعات دو چند، سه چند، چهار چند بسازیم. و این بسیار ساده هست. اینمی که پلیس ملی را و اردوی ملی را و بچه های رجال برجسته را از حفاظت انسان هایی که بیشتر عرض کرده از اینا بکشه، اینا را بیاره در پس دوباره به اوضاعات چندگانه کابل و به قطعات افغانستان وصل شود، انشاءالله نیروهای امنیتی ما بیشتر میشه. این معضل با این رفع میشه و معذله که چگونه ما مدیریت رفع کنیم. حداقل باید حکومت افغانستان متوجه نقطه باشه که حکومت افغانستان، پالیسی افغانستان، پالیسی سازی افغانستان، بخش امنیتی، ما در پالیسی ساز کسانی پالیسی سازان نیاز داریم که اونا واقعا بخش امنیتی رو میفهمن. ما نمیتونیم با ماستران اقتصاد، ما نمیتونیم با ماستران بخش تکنولوژی کیمیایی بتونیم حداقل پالیسی های امنیتی خود ترتیب بکنیم. بازنگرید در این بخش دوم شوک سه نقطه ای را که شما اشاره کردین، ضعف مدیریت، کمبود پرسنل و ضعف به حساب یا در اختیار گرفتن نیروهای امنیتی، کمبود نیروهای امنیتی که عرصه از این راه حلش اینمی است. اینمی سه راه حل. حکومت افغانستان در صدر لیست و در آمدار کاری فردای خود قرار بده. من مطمئن هستم وضع امنیتی ما تا چند روز دیگر بهتر شده میره و خوبتر شده. بله، اما چرا این کار تا کنون صورت نمیگیره؟ چرا حکومت به خاطر حل این مشکلات آستین بر نمیزنه؟ خب میشه چند موضوع باشه. یکی خب شاید نیروهای دهشت افکن و قدرت های تروریستی و نیروهایی که برای مردم درد سر ایجاد میکنن، اینا حملات خود شدت بخشیدن. شاید حکومت افغانستان برای کشف و شناسایی و تشخیص تفکیک از اینا ناتوان باشه. یک بحث دیگه ایست که حکومت هم تصمیم قاطع ندار. آن شما ببینید حداقل ما در امی 20 سال اخیر
صدها سناتور مخلوع و برطرف شده داره، صدها معین برطرف شده داره، صدها رؤسای برطرف شده داره، صدها وکلای برطرف شده داره. تا هنوز هم شما میبینید اکثری از اینا مشاورین رئیس جمهور و کسای دیگه که برای یک هفته هم بودن تا هنوز از امکانات حکومتی استفاده میکنن، تا هنوز اینا به عنوان چهار نفر پنج نفر از نیروهای پلیس به عنوان بادگارد محافظ خود حفاظت اینا را نگاه میکنه. این کلان گپ است. حال شما ببینید اگر ما از 1000 انسان لدیری که اینا را ما به عنوان انسانای پرازیت هستن، اینا اگر اینا آدم می بودن خب امروز مملکت هیچ یک بحران نبود، ما و شما هر روز قربانی نمی شدیم. اینمی هزاران نفر، چندین هزار، ده ها هزار نفر که از اختیار از اینا خلاص شوه و بر اختیار مردم افغانستان قرار بگیره، ما شاهد مرگ جوانان و شخصیت های ملی و چهره های شاخص خود نیستیم. شما باور به خدا کنین که هر روز می بینین. امروز یوسف رشید شهادتش برای من تکان دهنده بود، واقعا شوکه شدیم. باور به خدا که از همون لحظه ای که من این صحنه را دیدم با تلویزیون شما با آقای نوری و با آقای بهار تماس گرفتم واقعا داره یا نداره، این برای من تکان دهنده بود. یوسف رشیدی که واقعا رشید بود، یوسف که تقلبات انتخاباتی را برملا کرد، رشیدی که تمام جنایت ها و بازی ها صورت گرفته بود برای مردم برملا ساخت، اینا صدای عدالت میخواین خاموش بکنن. حالا اصلا معلوم نیست که کی است، کی کار میکنه. وظیفه مطلق حکومت افغانستان است در قبال شنایی و کشف نیروهای جانی و نیروهایی که شخصیت های ملی را و شخصیت های وطنی را چیز در سطح بالا است چیز در سطح پایین است از بین میبره، اینا را پیدا بکنه و با مردم شریک بسازه. و از حکومت خواهش میکنم که مردم به خاطر عدالت هایشان و به خاطر نقد بجایشان، به خاطر نقد قانونی و مشروعشان تهدید نکنند. مردم امروز تغییرات زیاد دارن، وجود داره و امیدوار هستم حکومت افغانستان به خاطر عدالت خواهی، به خاطر صلح خواهی، به خاطر عزت مردم افغانستان، کسانی که در میدیا، رسانه ها، گرد همایی ها اشتراک میکنن متوجه باشن، به اینا اخطار نتن و اینا را تهدید به مواد کود جزای افغانستان نکنن. هر کسی که خلاف منافع اولیای افغانستان، خلاف منافع اولیای کشور و خلاف منافع نیروهای امنیتی، این قانونا مستوجب مجازات است و باید مجازات در قبال خود داشته باشد. و کسانی که انتقاد مثبت مبنی بر بیکارگی و ضعف نظام میکنن، امیدوار هستم که موضوع را با اون موضوع مغالطه نکنن و متوجه دو نقطه باشن. بله آقای شمسی، از این که این گونه حملات و این ناامنی های اخیر هیچ گروه مسئولیت نمیگیره، میتونه گفتگوهای صلح برای مردم امیدوار کننده باشه؟ یعنی تا زمانی که به آتش بس نرسیدیم بگویم که این حملات همچنان ادامه داره، یا اگر به آتش بس دست یافتیم این حملات متوقف شود؟ کاملا ما باید در آجندا در صدر لیست بحث آتش بس داشته باشیم. ایتو درست نیست. بله. یک در شمسی، حالا در صورتی که گروه طالبان یا گروه دیگر مخالف دولت مسئولیت این گونه حملات را نمیگیره، در اینجا آتش بس میتونن چه امیدواری بر مردم داشته باشه؟ خب وظیفه نیروهای استخباراتی افغانستان است. فرض میکنم ترور یا به شهادت رساندن آقای رشید توسط کی صورت گرفت؟ آی ترور یمای سیاوش توسط کی صورت گرفت؟ چند سال پیش ترورهای دیگه ای صورت در همین دو ماه اخیر شما شاهد شهادت رسیدن 10 تا ژورنالیست هستید. اینا را کی به شهادت رسانده؟ حالا حداقل حکومت افغانستان موظف و مکلف است که با مردم افغانستان بگه که اینمی ترور و طرح ترور از کجا ریخته شده. زمانی که طرح ترور و شخص تروریست مشخص شد، ما میفهمیم که ما با کی در جنگ هستیم، ما با کی باید مصالحه بکنیم، ما با کی آتش بس بکنیم. اگر واقعا طالب به این موضوعات دخیل نیستک، خب با حکومت افغانستان آتش بس بکنه که حداقل حکومت افغانستان، مردم افغانستان، جمع امارت اسلامی یا طالبان افغانستان دشمن مشترک افغانا را بفهمن. آن خود تو گدوتی از هیچ کس تفکیک کرده نمید. بله، چرا پس حکومت تا کنون موفق بری نشده که پیدا بکنه که در پای این حملات چه هدفی از و دست کدام گروه هست؟ مخوارت بر شما کردم نه که ما ضعف مدیریت در بخش نیروهای کشفی استخباراتی ماست. ما یعنی با این حالت هیچ وقت هم نمیشه بدانیم که بر مردم افغانستان چه میگذره و کدام گروهی کار انجام میده، در صورتی که ضعف مدیریتی وجود داره. ببینید بانوی گرامی، تا زمانی که اینا اشخاص متعهد، متفکر، متخصص و مسلکی بخشن
در راستای تأمین امنیت مردم استخدام نکنن و شخصیت اقتصاددان در وزارت دفاع میبرن و شخصیتی که بخش حربی را میفهمن او را میارن فرض میگذاریم در یک وزارتی در افغانستان بانگ میاره، ملت و مردم افغانستان اینمی حالت نداره. باید اینا به اهلش سپرده شود، کسانی که تخصص امنیتی دارند، پالیسی سازای متخصص امنیتی را به وجود بیارند، از جنرالانی که ورزیده هستند استفاده بکنند، اونایی که تجارب علمی دارند از اینا استفاده بکنند. ما میتونیم که این را معلوم بکنیم، حکومت افغانستان میتونه معلوم بکنه که از کجای طرح برنامه ریزی میشه و عملیات صورت میده. حالا شما دیدید چند روز پیش دفعه راکت بالا بگرام شده که درست پیش راکت از کجای کابل آمد و از چند جای کابل مورد حمله قرار داد و هیچ تا هنوز حکومت نمیگه که اینا از کجا آمده و کجا میره. اگر حکومت با این رقم مخفی کردن برنامه ها پنهانکاری خود ادامه بده، مردم افغانستان مشکوک به این میشه که شاید خود حکومت در ناامنی و بعضی مسائل دیگر دست داشته. بله آقای شمسی، یا بر حکومت فرصت هست تا بتونه که این همه را جبران بکنه یا اصلاحات وارد بکنه؟ اگر حکومت بخواید در یک شب میشه، من برای شما میگم تمام بازنگری مکمل خود در بخش سکتورهای امنیتی دفاعی افغانستان بکنه، اونان که خلاف مسلک و خلاف پرستیژ امنیتی در ادارات بخشای امنیتی کار میکنه اینا را از اونجا برداره، اگر بخش اقتصاد از بخش اقتصاد ببره، اگر بخش تکنولوژی از تکنولوژی ببره، اگر بخش اداری دیگه داره در ریاست و وزارت های دیگه ببره، جایگزین از این شخصیت های خبره و نخبه دانشمند و آگاهی که تخصص و تعهد نظامی داره جای به جای بکنه. ما شاهد تغییرات از اگر در حد اقل در یک هفته و دو هفته نباشیم، در یک ماه دو ماه میتونیم شاهد از این باشیم. اگر امی حالت به امی شرایط جزان پیدا بکنه، ما و شما نمیتونیم. حال شما ببینین پالیسی سازان ریاست امنیت ببینین، پالیسی سازان ریاست وزارت داخله رو ببینین، پالیسی سازان وزارت دفاع رو ببینین، هیچ کدام از اینا هیچ گونه تخصص، هیچ گونه شایستگی، هیچ گونه برنامه چی به خاطر اینمی مسائل نداره. اینا تاثیرگذار است دیگه. وقتی که ما پالیسی درست ساخته نتانیم، وقتی که ما جنرالان خوب به خاطر تامین امنیت نداشته باشیم، وقتی که ما کارمندان استخباراتی 20 ساله و 30 ساله ای که اونا از طرز نگاه و از طرز خرام و از طرز رفتار دشمن تفکیک و تشخیص میکنن، ما اینا را خانه‌نشین کرده باشیم، به جای از اینا یک بچه دیگه ای که هیچ گونه تجارب کاری نداره در مسئله خودش باشه، پس حرکتی نمیتونه ادامه پیدا میکنه و زخمی و شهید روز به روز بیشتر میشه و کمتر میشه. بله، تشکر از شما آقای شمسی که در این بحث با ما بودین. موفق باشین.